همراه هستیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی. آقای الفک، این پروژه تا چه میزان قابلیت اجرایی داره و تا چه حد به نظر شما توجیه اقتصادی میتونه داشته باشه برای کشورهای حوزه خلیج فارس؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. این طرح طرح جدیدی نیست. از سال 2009 یک طرح فراگیر برای کشیدن راه آهن از کویت به قاچاهی سعودی، به بحرین، به قطر، به امارات متحده عربی و تا مسقط، این طرح روش بحث و گفتگو شده و در این مدت هم اقداماتی در این رابطه اتخاذ شده، به طوری که امارات بخشی از خطوط راه آهن خودش رو در این رابطه گسترش داده، پادشاهی سعودی هم همینطور. در نتیجه یک طرح جدیدی نیست و قرار این طرح به طول 2020 کیلومتر کویت رو به مسقط متصل بکنه و در این صورت میشه گفت که این کشورها به راه آهن عراق متصل خواهند شد و به دلیل نزدیک بودن آن به خطوط راه آهن ایران در جنوب غربی کشور به ایران هم متصل میتونه بشه، از سوی دیگر به سوریه و لبنان، از طرف پادشاهی سعودی هم میتونه به مصر متصل بشه. در نتیجه یک طرح کاملا گسترده و عظیم خواهد بود که میتونه نقش اساسی در تحولات اقتصادی این کشورها داشته باشه، خصوصا که این کشورها طرح‌های اقتصادی بلند پروازانه‌ای برای آینده دارن که بدون راه آهن نمیشه این کار انجام داد. اگر ما بدونیم که در این کشورها مسئله اتومبیل سواری یک فرهنگ، سوار شدن اتوبوس جزء فرهنگ این کشورها نیست، سوار شدن قطار جزء فرهنگ این کشورها نیست، کسی نیست که خودرو نداشته باشه، در نتیجه این اقدام میتونه یک تحول اجتماعی هم در داخل این کشورها باشه. آقای الفک، موضوع دیگری که مطرح شده عنوان شده که این اقدام است برای اینکه حوزه نفوذ چین رو در منطقه کمتر بکنه. چطور قرار است این اتفاق بیفته؟ ببینید، من معتقدم که مسئله نفوذ چین به اون مفهومی که ایالات متحده آمریکا بهش نگاه میکنه تغییر کرده. چین به دلیل شرایط اقتصادی قابل رقابت و تولیدات اقتصادی قابل رقابت داره جای خودش رو در جهان پیدا میکنه. حالا شاید ایالات متحده سعی میکنه نوعی از توازن رو ایجاد بکنه، اما فراموش نکنیم در این میان نام هند مطرحه. هند به عنوان یک قدرت اقتصادی بالنده اکنون مطرحه. کشورهای منطقه هم روابط اقتصادی گسترده‌ای با هند داره. به اعتقاد من در نهایت خود این کشورها در حقیقت تعیین خواهند کرد که منافع اونها در ورای چنین طرحی چه خواهد بود. آیا الفی، من موضوع آخر که ممنونشم کوتاه پاسخ بدین هست که ایران آیا در این طرح در نظر گرفته شده نه، و اگر نه چه چیز را از دست میده ایران در این طرح؟ ببینید، به اعتقاد من ایران بالقوه میتونه جزء این طرح باشه، اما بالفعل برای اینکه جزء این طرح باشه نیاز به بهبود روابط به طور حقیقی داره. بهبود به روابط باید بر اساس منافع مشترک، دوری از تهدیدها، احترام روابط، عدم دخالت در امور این کشورها. در چنین صورتی به اعتقاد من این طرح میتونه از لحاظ اقتصادی کمک بزرگی به ایران داشته باشه.